بعد از مدت‌ها داوود بهبودی موزیک ویدیو جدیدی منتشر کرد به همراه علی بهبودی به اسم عشق آخر. بریم قسمت از این ویدیو رو با هم ببینیم. هر چی عشق توی چشمای توه، توی قلب من فقط جای توه، این محال تو رو تنها بذارم، تو رو بیشتر از خودم دوست دارم. هر عشقی یه روزی میمیره، تاریکی دنیا رو میگیره، عشق تو تا ابد میمونه، اسم تو این لبام میمونه. آقای بهبودی، اخیرا یکی دو تا ویدیو از شما منتشر شده که همراه با یه خواننده جوونی که اسمش علی بهبوده هنرنمایی میکنید، کارهای مشترکیه. یه مقدار درباره این تجربه توضیح بدید و این علی بهبودی چه نسبتی با شما داره؟ علی بهبودی پسر برادر من هست و من وقتی که از ایران اومدم علی 2 ماهش بود و بسیار بچه خوب و حدود 10 سال پیش به من گفت عمو من میخوام بخونم و از همون موقع بهش میگفتم تو باید اول یک سازو بشناسی باعث بشی که بهتر بتونی بخونی و علی این کارو کرد و مثل خود من یه مقدار با گیتار آشنایی پیدا کرد و شروع کرد به خوندن، گفت میخوام با تو بخونم که زودتر معروف بشم و اولین آهنگو در سال 2010 با هم دیگه خوندیم به نام تو که هستی و دومیشم حدود 3 ماه پیش که عشق آخر بود با علی اجرا کردن. وقت شعر و ترانه ها چطور انتخاب میشه؟ این آهنگسازی چه پرسه ای داره؟ چجور تصمیم میگیرین که کارا به چه صورت پیش بره؟ والا هر دوتا آهنگا در ایران ساخته شده و شعراشو بسیار بسیار، مثلا یکیشون که خانم برای آهنگ دومی مریم اسدی هستش و من ازشون آهنگ خوندم در آلبوم آخرم، بسیار بسیار هنرمندا و ترانه‌سراهای خوبی داریم. فقط به علی گفتم که یه مقدار مواظب ما باش که حتما باید این شعرها عاشقانه مثبت باشه و رعایت کردن و هر دو آهنگو فرستادن اینجا و ما پسندیدیم. من اینجا خوندم، علی در ایران خوند و من قسمت خودم رو در اینجا ویدیو درست کردم و علی در ایران و این ادیت انجام شد و این کارها به وجود اومد. دوستان عزیز، ما همین گفتگو و برنامه شباهنگ رو با پخش موزیک ویدیوی عشق آخر به پایان میرسونیم. روز و شبتون بخیر. هرچی از خوبی تو بگم کمه، عاشقونه میخوامت یادمه، واسه چشمای قشنگت میمیرم، عشق من از تو نفس میگیرم. خب بریم با هم آهنگ زیبای آخرین عشق رو ببینیم. عشق آخر، عشق آخر رو ببینیم که داوود بهبودی عزیز و علی پسر برادرم با هم علی خوندیم. علی عزیز چه خوشگل خوندیم. شعرش هم مال خانم مریم اسدیه و آهنگش هم فریمان ساخته، بسیار زیبا ساخته و شعر خانم مریم در همینجا نخه در ایران هستن. ایران هم که در ایرانه و علی جون ان شاءالله که موفق باشی، خلاصه خالتورا رو یک چکی پشت سر هم بری. به به، پس با هم نگاه میکنیم آهنگ عشق آخر با صدای زیبای داوود بهبودی و علی بهبودی که پسر برادر داوود بهبودی عزیز است. فهم نگاه کنیم ببینید عجب آهنگ باحال. زنده باشی عزیز. من در اومد حدود 1 ماه با پسر برادرم خوندم، علی بهبودی. فکر کردم پسر شما. نه پسر برادرم، فرقی نمیکنه به هر حال. به اسم عشق آخر چه خانم مریم اسدی شعرشو گفتن. بسیار شاعر معروفی هستن در حال حاضر در ایران. ایران خیلی خواننده ها از ایشون شعر خوندن.
و شعر دوم من بود، یه دونه اون یار بالا بلندم که اون روز خدمت شما گفتم، شعرش خانم مریم اسدی بود که 3 سال پیش خودم خوندم. بعد آهنگش رو آقای فریمان که آهنگساز بسیار خوبی هستن در ایران و آهنگای خارجی میخونن درسته و خیلی معروفه، این آهنگ رو ساخته و به پسر برادرم گفته این ملودی رو من ساختم برای عمود، اگر تو این ملودی رو با عمود بخونی معروف میشی. خب چطوری خوندین؟ یعنی شما رفتید ایران یا ایران؟ اونجا کجا ایران؟ نه راستشو بگو آقا، حالا که دیگه اومدی اگر رفتی راستشو بگو. نرفتم 33 ساله نرفتم. محمود جان همین چندین ماه پیش یه ویدیو اومد بیرون که یک آهنگ اجرا کرده بودید با یک نفر که اسم فامیلش هم اسم شما بود، بهبودی. بله. و خیلی ها براشون این سوال پیش اومده بود که شاید پسر داوود باشه که پسر شما نبود. نه خیر، پسر برادرمه. بله. ایشون ایران زندگی میکنه. بله ایران زندگی میکنه. وقتی من از ایران اومدم علی 2 ماهش بود. بله. و بعد من یک حدود 8 سالی در دبی کانترکت داشتم با کاباره تهران که شما هم تشریف آورده بودین اونجا، سالی 2 بار میرفتم برای مدت 20 روز. بعد علی هم مرتب میومد پیش من و اینا و رو علاقه من حتی اومد پیش من و اینا، اصلا صحبت خوندن این چیزا نبود. گفتم اما شروع کردم به گیتار زدن، این خوشم میاد از گیتار زدن تو و اینا، گفتم تو اونجا که میتونی. خلاصه 1 سال پیش که اومده بود گفتم گیتار زدن در چه حاله؟ گفت بد نیست. همین تو هتل که تو اتاق هم دیگه بودیم گفتم یه ذره بزد، دیدم بد نیست برای شروع، خوبه و بسیار پسر خوشقیافه بود. گفت من میخوام بخونم. گفتم که خب بخون. گفت نه با تو میخوام بخونم. گفتم چرا؟ گفتش که برای که زودتر معروف میشم، تو رو تو ایران خیلی دوست دارن. خلاصه گفتم اگر یک شعر و آهنگی بتونی درست بکنی که شعرش به چی میگه شخصیت هنری کرکتر من نمیدونم بله همون به شخصیت هنری من بخوره چرا نه با هم میخونم. گفتش که گفتم ساخت و فرستاد اینجا، ما اینجا ضبط کردیم و بعد ویدیوش هم در دبی با آقای شفیع‌زاده بله گرفتیم اینا. خلاصه با 1000 مصیبت و با آرایش و نمیدونم با عینک زدم قیافم و نزدیک قیافه علی کردم یه جورایی. نه ماشاءالله شما خودتون هم خوشتون.